سرخط خبرها. هر روز ژورنالیست ها متاسفانه هدف قرار میگیرن، فعالین جای مدنی در خطر هستن. اعلان ترور رئیس بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان در کابل، محمد یوسف رشید را مهاجمان ناشناس کشتند. بسته شدن مرزهای 50 کشور به روی مسافران بریتانیا، وزیر بهداشت میگوید ردپایی از نوع تازه ویروس کرونا در ایران دیده نشده. درخواست رئیس جمهوری آمریکا از کنگره برای جرح و تعدیل در بسته کمک مالی به آسیب دیدگان کرونا. ترامپ میخواهد یارانه نقدی به شهروندان بیش از 3 برابر شود. و تولید مرغ تولید شده در آزمایشگاه بر سر میز رستوران. سلام به شما، عصرتون بخیر، خوش آمدید به این بخش خبری از تلویزیون فارسی بی بی سی در سوم دی ماه برابر با 23 دسامبر. محمد یوسف رشید، رئیس بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان فیفا، صبح امروز به ضرب گلوله افراد مسلح ناشناس در کابل کشته شد. وزارت داخله گفته که این حمله زمانی اتفاق افتاد که آقای رشید به دفتر کارش میرفت. ترور او واکنش‌های گسترده‌ای در داخل و خارج از افغانستان داشته. نسرین نوا از کابل گزارش میدهد. هر روز ژورنالیست‌ها متاسفانه هدف قرار میگیرند. فعالین جای مدنی در خطر هستند. اعلان این یک ارزش ما که زیر خطر است. نمیدانست همین خطر در کمین صدای آزاد خودش نشسته. آخرین نشست خبری آقای رشید که از کشتار هدفمند اهل رسانه گله کرده. او که رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان بود، امروز در پایتخت ترور شد. آقای رشید در امی واسطه خودروی خونالود یوسف رشید نشان می‌دهد که وقتی به دفتر کارش می‌رفته، افراد مسلح به او و رانندهش در ناحیه هفتم شلیک کردند. هر دو زخمی شده و در بیمارستان جان باختند. آقای یوسف در 20 سال گذشته در عرصه دموکراسی و انتخابات آزاد فعالیت کرد. چهره ای آشنا که بارها در مقابل تقلب و عدم شفافیت در روند انتخابات اعتراض کرد. قتل او برای جامعه مدنی واکنش برانگیز بود. ارگ، شورای مصالحه، کمیسیون انتخابات و چهره‌های سیاسی نیز این حمله را محکوم و ابراز نگرانی کردند. صبح امروز نیز در ناحیه 12 یک خودروی پلیس هدف انفجار قرار گرفت. یک سرباز پلیس کشته و 2 نفر دیگر زخمی شدند. پارلمان حالا با افزایش خشونت‌ها و قتل‌های هدفمند از رئیس جمهوری خواسته که در مورد مسئولین امنیتی تجدید نظر کند. پیش از این امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری نوشته بود که طالبان تصمیم گرفتند تا اعضای جامعه مدنی را هدف قرار دهند. طالبان اما در پیامی دست داشتن در قتل آقای رشید را رد کرده و گفته کاری به فعالان مدنی ندارد. گروهی که به باور بسیاری اهداف نرم و واکنش برانگیز هستند. فعالان رسانه‌ای و دیگر چهره‌های مطرح جامعه یک هدف آسان و پرسر و صدا به حساب می‌آید، حتی در مقایسه با حمله به چهره‌های نظامی یا سیاسی، چون ایجاد ارعاب و وحشتی که حملات غیر نظامی در بین مردم ایجاد می‌کند بیشتر است. حکومت از تامین امنیت و حتی تحقیق واقعی درباره از این حملات عاجز است و در غیاب معلومات واقعی احتمالات مختلفی مطرح می‌شود، از جمله‌ای که ممکن است طالبان واقعاً پشت این حملات باشند و هدفشان ایجاد وحشت بین مردم و نشان دادن ناکامی حکومت باشه، ولی این هم ممکن است که داعش ابزار جدید پاکستان برای حفظ نفوذش در افغانستان باشد. کابل در این روزها شاهد انفجارهای خونینی بوده. روز گذشته در حمله به خودروی پزشکان زندان پل چرخی کابل 5 نفر کشته و 2 نفر زخمی شدند. یک روز قبل از آن در حمله به کارمان یک نماینده مجلس 10 نفر کشته و 52 نفر زخمی شدند. در کمتر از 2 ماه گذشته 10 ها غیر نظامی مورد حمله هدفمند قرار گرفتند.
انفجار هم پس از انفجار. اما چه کسانی پشت پرده این کشتار هستند؟ کسی جوابی ندارد یا نمیدهد. نسرین نوا، بی بی سی، کابل. از همیرا ثاقب، فعال مدنی در کابل، درباره شدت گرفتن نگرانی های امنیتی فعالان مدنی پرسیدم. متاسفانه وضعیت خیلی خطرناک شده. شما در طول یک ماه گذشته متاسفانه ترورهای زنجیره اهم از نهات فعالین جامعه مدنی و همچنان از خبرنگاران را داشتیم. ترورهای مانند حمله مسلحانه یا چسباندن ماین چسبکی به موتر از اینا بدون از اینکه عامل قضیه شناسایی شود و وضعیت بسیار خطرناکتر شده رفته. در کنار از او امنیت ملی آقای صالح در صفحه فیسبوک خودشان، ببخشید، معاون اول رئیس جمهور در صفحه فیسبوک خودشان و همچنان در پیج رسمی رادیو تلویزیون اعلان کرد که جامعه مدنی و فعالان جامعه مدنی و فعالان حقوق زن جزء اهداف تروریست ها هستند در افغانستان و این بر نگرانی مردم افزود. و شما میبینید که چهره های شناخته شده ای مثل آقای بکتاش سیاوش و خانم خبرنگاری که در ننگرهار مورد حمله قرار گرفت و امروز هم که متاسفانه آقای رشید را از دست دادیم و ترورها متاسفانه بسیار زیاد شده و باعث نگرانی مردم افغانستان. خانم ثاقب، واکنش حکومت افغانستان به این نگرانی ها چه بوده؟ چه پاسخی داشتن؟ با وجود از اینکه ما در یک کتله هستیم که در دفاع از فعالین حقوق بشر هستیم، در رایزنی با حکومت هستیم تا بتانه تضمین بکنه امنیت فعالان حوزه جامعه مدنی و فعالان حقوق بشر و فعالان زنان را. اما هنوز حکومت نتونسته جواب قناعت بخشی برای مردم افغانستان ارائه بکنه. میدونیم که این مذاکرات صلح افغانستان الان در مرحله واقعا جدیه که در 20 سال گذشته بی سابقه بوده. چرا الان ما شاهد افزایش خشونت ها در افغانستان هستیم؟ چه ارتباطی به این مذاکرات صلح داره؟ به نوعی گرچه طالبان این مسئله را اکثرا رد میکنن چون گفتگوهای صلح با طرف طالب هست، اما به نوعی میتونیم ما این را نتیجه گیری بکنیم که نوعی فشار بر مردم افغانستان و بر حکومت افغانستان طرف تیم جمهوریت است برای گرفتن امتیازات بیشتر در رابطه با صلح هست. یکی از بحث‌هایی که تیم جمهوریت و مردم افغانستان دارن آتش بس فوری است، به این دلیل که شما می‌بینید متاسفانه در کنار از اینکه ترورهای زنجیره‌ای به صورت خیلی جدی و وحشتناک جریان پیدا کرده، ما مشکلات دیگه امنیتی را هم در درون سنگرها در افغانستان مشاهده میکنیم. همیرا ثاقب بود، فعال مدنی در کابل. ما همکارم محجوبه نوروزی که واکنش کاربران افغان رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کرده با ما بیشتر در این باره صحبت بکنیم. محجوبه، وقتی که به شبکه‌های اجتماعی نگاه می‌کنیم بعضیا خواستار دادخواهی هستند، بعضیا انتقاد می‌کنن از مسئولان امنیتی. چه نوشتن کاربران افغان؟ بله، طوری که خودت هم گفتی، وضعیت امنیتی در افغانستان از موضوعات اصلی و خیلی داغ میانه بسیاری از کاربران افغان در شبکه‌های اجتماعی سی روزا و این بحث‌ها هر روز داره داغتر و داغتر میشه، بخصوص قتل خبرنگاران، دکتران و امروز هم قتل رئیس فیفا. خیلی بحث‌ها را در شبکه‌های اجتماعی افغان‌ها داغ ساخته. بسیاری از افغان‌ها از این وضعیت ابراز نگرانی کردند و ابراز ناامیدی میکنن و میگن که این وضعیت زندگی عادی مردم را مختل ساخته. این نگرانی ها تنها در داخل افغانستان مطرح نمیشه، بلکه در بیرون از افغانستان هم از سوی افغانایی که در خارج زندگی میکنن مطرح شده. یک دختر جوان نوشته که من در خارج از افغانستان زندگی میکنم، اما با دیدن تصاویر حاوی انفجار و قتل و کشتار هموطنان بی‌دفاع خود نمیتونم جلو اشک‌های خود را بگیرم. و اضافه کرده که با این همه حوادث ناگوار که هر روز در کشور اتفاق میفته، تاثیر منفی بر روح و روان مردم بی‌دفاع داره. یک کاربر دیگه که من میل ازم میبینم که از نام و عکسش معلوم میشه که او هم دختر جوانی است، نوشته هر وقت که از خانه بیرون میرم با خودم میگم که شاید برگشت در کار نباشه و در مسیر راه
حادثه روی بته و هر وقت که از خانه بیرون میرم شماره های تلفن نزدیکان خود را در داخل کیف خود میگذارم تا در صورت رویداد بتونن مرا شناسایی بکنن و گمنام نمانم. و اضافه میکنه که هر وقت که از خانه بیرون میشم به خانواده خود میگم که به کجا میرم تا بدانن که مرا در کجا جستجو بکنن، و میگه که ای ممکن است کار هر روز افغان ها در این روزهای اخیر باشه. شما را هم آمدن و مانند دفعات پیش از بیکفایتی مسئولین امنیتی شکایت کردن، پرسیدن که چرا آنها در شناسایی افرادی که در این موتورها بمبگذاری میکنن، اما طور که خانم ساقب هم گفت بمب های چسبکی در موتورها میگذارن، اینا در شناسایی از اینا در این افراد ناکام ماندن. برخانوشتن که اگر کار طالبان و داعش ترور و قتل مردم بیگناه است، پس مسئولیت مقام های دولتی و امنیتی چی است؟ یک تعداد دیگه هم خواستار دادخواهی شدند و نوشتند که روزانه ده ها جوان تحصیل کرده افغانستان به قول ایشان ترور میشن و پرسیدن که چرا کسی صدا بلند نمی کنه، و گفته که جو فعلی این کشور زندگی عادی برای مردم افغانستان غیر قابل تحمل ساخته. یک کاربر دیگه هم که نوشته که این تصویر نماد بیتوجهی همپیمانان امنیتی افغانستان را نشان میده. متشکرم ازت همکارم محجوب نوروزی. با ما نگاه کنیم به چند خبر کوتاه. به گزارش روزنامه واشنگتن پست، پلیس فدرال آمریکا FBI به نتیجه رسیده که ایران با راه انداختن یک وبسایت جعلی در کارزار سایبری برای تحریک به خشونت علیه شماری از مقام‌های آمریکایی از جمله رئیس FBI دست داشته. این مقام‌ها ادعای تقلب گسترده در انتخابات آمریکا به نفع جو بایدن را رد کرده بودند. پیشتر بلندپایه‌ترین مقام اطلاعاتی آمریکا هم حکومت ایران را به راه اندازی کارزار سایبری دیگر برای ارعاب رای دهندگان دموکرات متهم کرده بود، اتهامی که ایران آن را بی‌پایه و اساس توصیف کرد. ایران میگوید پیشنویس گزارش نهایی بررسی سانحه سرنگونی هواپیمای اوکراین را آماده کرده. خبرگزاری جمهوری اسلامی گزارش کرده که کلیات این پیشنویس در یک جلسه ویدیویی به نمایندگان آمریکا، فرانسه و کشورهای دیگری که اتباعشان در این حادثه کشته شدند اطلاع داده شده. بعد از دریافت پیشنویس گزارش، گیرندگان آن دو ماه فرصت دارند تا نظراتشان را به سازمان هواپیمایی کشوری ایران ارائه کنند و بعد از آن گزارش نهایی منتشر می شود. هواپیمای مسافربری اوکراین حدود یک سال پیش نزدیک تهران با شلیک موشک‌های پدافند سپاه پاسداران سرنگون شد و همه 176 سرنشین آن جان باختند. شماری از معترضان با تجمع در خیابانی در تهران که به اسم محمد رضا شجریان نامگذاری شده بود، به طور نمادین نام آن را به محسن فخری‌زاده تغییر دادند. پدر مصطفی احمدی روشن، معاون بازرگانی سایت هسته‌ای نتنز هم که در سال 1390 ترور شد، در میان معترضان بود. اخیراً بعد از درگذشت محمد رضا شجریان، طبق مصوبه شورای شهر تهران، خیابان فلامک در منطقه دو تهران به نام این استاد آواز ایران تغییر کرد. محسن فخری‌زاده رئیس سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی حدود یک ماه پیش ترور شد و شورای شهر نام خیابان صنایع در منطقه یک را که نزدیک وزارت دفاع است به نام او تغییر داد. چند سازمان حقوق بشری در بیانیه مشترکی از همه طرف‌های ذی‌نفع خواستند تا اطمینان دهند که مقام‌های ایران به سرعت به واکسن کرونا دسترسی پیدا می‌کنند. پیشتر رئیس بانک مرکزی ایران گفته بود واریز ارز به حساب سازمان بهداشت جهانی با مانع مواجه شده. اما ناصر ریاهی، رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو، این را رد کرده و ائتلاف بین‌المللی واکسن هم گفته که وزارت دارایی آمریکا مجوز فروش واکسن به ایران را صادر کرده. در همین حال حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، امروز گفت که نگران تهیه واکسن کرونا نیستیم و اقدامات لازم انجام شده. وزیر بهداشت ایران میگوید فعلا در این کشور ردپایی از نوع تازه ویروس کرونا که در بریتانیا دیده شده وجود ندارد. این در حالی است که مینو مهرز، عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا، گفته علت جهش اخیر در شمار مبتلایان در ایران ممکن است ورود این نوع خاص ویروس از بریتانیا بوده باشد. در روزهای اخیر ده ها کشور از جمله ایران سفر از بریتانیا را محدود یا ممنوع کردند. فیروزه اکبریان گزارش می‌دهد. فرودگاه بین المللی استنسد لندن، پروازهایی که یک به یک لغو می‌شوند و تک و توک مسافر سرگردان.
وسلاوا مسافر بلغارستان است. ناامید و مستاصل. اینجا گردشگرم. مامانم سرطان داره. میخوام اگه بشه پروازم رو عوض کنم. خیلی نگران و عصبانیم. امان از این کرونا. امیدوارم همه گردشگرها بتونن برای کریسمس به خونه هاشون برگردن. به گفته وبسایت فلایت اور که میتوان پروازها را از طریق آن ردیابی کرد، دیروز به تنهایی بیش از 150 پرواز از بریتانیا به کشورهای دیگر لغو شد. علت اصلی نگرانی از شیوع نوع جدید ویروس کرونا در بریتانیا. در چند روز گذشته بیش از 50 کشور سفر به بریتانیا و برعکس را محدود یا ممنوع کرده اند. از جمله ایران. وزیر بهداشت ایران میگوید که مقام‌های مسئول به موقع عمل کرده اند. تا کنون ما ردپایی از ویروس موتاسیون یافته انگلیسی خوشبختانه در کشور پیدا نکردیم. باز هم داریم کار رو دنبال میکنیم. هر موردی که پیدا کردیم استحضار مردم شریف ایران انشالله خواهیم رسوند. اما مینو مهرز عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا نظری متفاوت از وزیر بهداشت دارد. در خرداد ماه یه جهش پیدا شد در این ویروس کلن که قدرت سرعتش خیلی بالا رفت. و ما این دفعه با ویروسی در طرف بودیم که واقعا به طرز وحشتناکی تعداد بیماران زیاد شد که همه ایران قرمز بود. یعنی همون ویروس انگلیس بوده که ما داشتیم در این اواخر. خانم مهرز البته سندی برای گفته‌هایش ارائه نمی‌کند. در این حال نسبت دادن افزایش شمار مبتلایان در ایران در تابستان گذشته به نوع جدید ویروس در بریتانیا در حالی است که این نوع ویروس در بریتانیا اولین بار آخر شهریور ماه شناسایی شد. همچنین یافتن سرنخ‌های ژنتیکی درباره اینکه ویروس چطور تغییر می‌کند نیاز به پژوهش‌های علمی دقیق و عمیق دارد. محققان می‌گویند بریتانیا یکی از کشورهای پیشرو در این زمینه است. شاید یکی از دلایل اینکه نوع جهش یافته ویروس در اینجا زودتر از بقیه کشورها شناسایی شد. ویروسی که به سرعت شیوع پیدا می کند. این نقشه نشان می دهد که ویروس نوع جدید در بخش های بزرگی از بریتانیا پخش شده. در کشورهای دیگر هم شناسایی شده. از جمله هلند، دانمارک، ایتالیا، احتمالاً آلمان و حتی بسیار دورتر در استرالیا. تحقیقات نشان می دهد که شاید این نوع جهش یافته شکل غالب ویروس در آینده باشد. فعلا به نظر می رسد تازه اول دردسرهای ناشی از نوع جدید کرونا باشد. اینجا بندر دوور در جنوب شرقی انگلستان. رانندگان کامیون‌ها به آزمایش اجباری کرونا معترضند. چیزی که نتیجه مذاکرات فرانسه و بریتانیا برای باز کردن دوباره مرزها و رهایی از این صف طولانی کامیون‌ها بود. احتمالاً در روزهای آینده بریتانیا از این صف طولانی خلاص می شود. اما برای خلاصی از ویروس کرونا باید حالا حالاها صبر کرد. فیروزه اکبریان، بی بی سی. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری این برنامه. محمد یوسف رشید رئیس بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان به ضرب گلوله افراد مسلح ناشناس در کابل کشته شد. در پی بسته شدن مرزها به روی مسافران بریتانیا وزیر بهداشت ایران میگوید ردپایی از نوع تازه ویروس کرونا در کشورش دیده نشده. در ادامه این برنامه مرغ تولید شده در آزمایشگاه بر سر میز رستوران. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا طرح کمک اضطراری 900 میلیارد دلاری کنگره برای مقابله با پیامدهای اقتصادی همه‌گیری کرونا در ناکافی خوانده و رد کرده. آقای ترامپ در یک پیام ویدیویی غیر منتظره از قانونگذاران خواسته که بخش‌های به گفته او بی حساب و کتاب و غیر ضروری را دور بریزند و کمک نقدی به شهروندان را بیش از 3 برابر کنند. نمایندگان جمهوری‌خواه و دموکرات‌ها از ماه‌های گذشته سرگرم مذاکره بر سر این بسته نجات مالی بودند. همکارم کامبیز فتایی از واشنگتن با ماست. کامبیز، می‌دونیم که آقای ترامپ مدت هاست که به دنبال تصویب این کمک اضطراری بوده برای مقابله با شیوع کرونا و مشکلاتی که ایجاد کرده برای این کشور. چه ایرادهای مشخصی آقای ترامپ گرفته به این بسته کمک مالی؟
خب یک موارد متفاوتی رو ذکر کرده، از جمله کمک هایی که به کشورهای دیگر در این مصوبه‌ای که کنگره در واقع به تصویب رسوند بوده، کمک ها به پاکستان، کامبوج، یا همینطور مثلا فرض کنید حدود 1 میلیارد دلار برای در واقع هزینه‌ای که قراره بشه صرف موزه های شهر واشنگتن. اما مسئله ای که هست این است که این چیزی که کنگره تصویب کرد دو بخش داره، یعنی 900 میلیارد دلار صرف مسائل مربوط به کووید 19 هست، کمک هایی که به شهروندان، کسب و کارها، شرکت ها و غیره خواهد شد، و بیش از 1 تریلیون دلار هم صرف بودجه دولت خواهد شد که دولت فدرال رو اینها هزینه ها شده ماه سپتامبر آینده، سال آینده تامین بکنن. قسمت عمده ایرادهایی که آقای ترامپ گرفته که هزینه هایی به گفته او غیر ضروری و شرم‌آور داره میخونه، مربوط به قسمت غیر کووید هست که دولت باید و کنگره میخواد صرف بکنه، اونها رو ایراد گرفته، گفته در حالی که آمریکا داره به کشورهای دیگر کمک میکنه یا صرف موزه و گالری میکنه، کمک به مردم کافی نیست. اون چیزی که میشه گفت مشخصا روش دست گذاشته اون چک 600 دلاری است که میخوان برای شهروندانی که زیر 75 هزار دلار در سال درآمد دارن بفرستند، اون رو ناکافی میدونه به شدت و گفته نه 600 دلار که باید حدود 2000 دلار برای شخص و 4000 دلار برای هر زوج باشه، یعنی تقریبا دو برابر رقمی که چند ماه پیش دولت فرستاد 1200 دلار برای اشخاص بود، حالا میگه 2000 دلار. و این در حال برای خود حزب آقای ترامپ، در خود حزب او مخالفان زیادی داره این کار. کامیس، همین بسته کمک مالی هم مذاکره بر سرش ماها طول کشید، چقدر ممکنه که دوباره بشینن مذاکره بکنن برای اینکه به یک بسته مالی بزرگتری برسن؟ خب احتمال زیاد، الان دموکرات ها خیلی استقبال کردن از این صحبت آقای ترامپ و میبینیم نانسی پلوسی رهبر دموکرات ها در مجلس نمایندگان توییت کرده که حتما اگر 2000 دلار باشه ما آماده مذاکره ایم و آماده ایم و اینو تصویب خواهیم کرد، اما در سنا که در دست جمهوری خواهان هست چندان رغبتی ندارن، هرچند واکنشی نشون ندادن. آقای ترامپ البته امکان وتوی این مصوبه رو نداره چون با اکثریت بسیار بالایی تصویب شده، اما میتونه امضا نکنه و اگر امضا نکنه این مصوبه در واقع مسکوت باقی خواهد موند، به دردسر بزرگی دولت خواهد برخورد. از دوشنبه آینده در عمل دولت باید تعطیل بشه اگر آقای ترامپ این رو امضا نکنه، بنابراین با یک میشه گفت بحران بالقوه الان مواجه هستیم اگر با اون سمت برن، و به خصوص حزب جمهوری خواه، حزب آقای خود ترامپ از این درخواست او اگر حمایت نکنه، بنابراین با یک دردسر بزرگی مواجه خواهیم شد. متشکرم از توضیحاتت همکارم کامیز فتایی از واشنگتن. با ما نگاه کنیم به چند خبر کوتاه. در پی ناکامی دو حزب اصلی حاضر در دولت وحدت اسرائیل برای حل اختلافشان بر سر بودجه، چهارمین انتخابات سراسری ظرف 2 سال در این کشور قرار است برگزار شود. رای دهندگان 3 ماه دیگر پای صندوق‌ها می‌روند. انتخابات قبلی 1 سال پیش برگزار شد. دو انتخابات اخیر برنده قطعی نداشت و به تشکیل دولت وحدت انجامید. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر امیدوار است که برای 6مین بار به قدرت برسد. دادگاهی در ترکیه سردبیر پیشین روزنامه جمهوریت را به طور غیابی به 27 سال زندان محکوم کرد. جان دوندر بعد از آن دستگیر شد که روزنامه جمهوریت در گزارشی مصور نوشت سازمان امنیت ترکیه به شورشیان سوریه از جمله گروه داعش سلاح رسانده. آقای دوندر بعد از اینکه حکم دیگری بر اساس اتهام نشر اسرار دولتی علیه او لغو شد به آلمان رفت. در برلین تا به حال چند بار به او حمله شده و یک بار هم می‌خواستند که او را ترور کنند. در کره جنوبی همسر وزیر سابق دادگستری به اتهام جعل اسناد به 4 سال زندان محکوم شده. چون کیونگین شیم که با جعل مدارک تلاش کرده بود دخترش را به دانشکده پزشکی بفرستد، در دفاع از خودش گفته بود درباره جزئیات کارنامه تحصیلی دخترش کمی اغراق کرده. شوهر او هم پیشتر در پی این رسوایی استعفا کرده بود و متهم است. نوجوانان در کره جنوبی زیر فشار زیادی برای راهیابی به دانشگاه‌های معتبر هستند. لیونل مسی با زدن 644مین گل برای بارسلونا رکورد پله را شکست. رکورد بیشترین گل زده برای یک باشگاه تا دیشب به نام ستاره بزرگ برزیلی ثبت شده بود که طی 19 فصل 643 گل برای باشگاه سانتوس برزیل زده بود. اما دیشب کاپیتان آرژانتینی بارسلونا با زدن گل سوم تیمش برابر رئال وایادولید در لیگ اسپانیا این رکورد را به نام خودش نوشت.
اخیراً لحظه تاریخی در صنعت تولید مواد غذایی ثبت شد. برای اولین بار یک رستوران در سنگاپور غذایی سرو کرد که در آن از گوشت مرغ تولید شده در آزمایشگاه استفاده شده بود. گزارش تام بردا را ببینیم. There's more to this plate of food than meat. این یک غذای معمولی نیست. ظاهرش عادی است، اما این گوشت مرغ در آزمایشگاه تولید شده. و حالا برای اولین بار این محصول که به گوشت آزمایشگاهی معروف شده در یک رستوران سرو شده در سنگاپور، تنها کشوری که به این گوشت‌ها مجوز فروش داده. این محصول یک شرکت نوپای آمریکایی است به نام ایت جاست که امیدوار است تولید گوشت را به لحاظ زیست محیطی پایدارتر کند. We take a sample from a living chicken. ما نمونه رو از یک مرغ که هنوز زنده است و در کالیفرنیا است گرفتیم. ما گوشت تمیز و بدون دورریز تولید می‌کنیم و به همین خاطر اثرش روی محیط زیست خیلی کمه. مزایای اخلاقی و زیست محیطی این مسئله روشن است، اما برای قانع کردن مصرف کننده ها این محصول باید طعم خوبی هم داشته باشد. از چیزی که توقع داشتم خیلی بهتر بود و شرط می‌بندم اگه با چشم بسته این رو بچشم نمیتونم تفاوتش رو تشخیص بدم. برای تغییر اساسی از مصرف گوشت معمولی به محصولی که در آزمایشگاه تولید شده هنوز موانع زیادی پیش رو هست، از هزینه بالای تولید تا قوانین دست و پاگیر. اما با مصرف کننده هایی که هر روز بیشتر به پیامدهای تولید غذایشان فکر می‌کنند، در آینده گوشت‌های آزمایشگاهی را بیشتر در منوی رستوران‌ها خواهیم دید. Tom Brada, BBC News. در این سال میلادی که رو به پایان، تصاویر تاثیرگذار و تکان دهنده فراوانی رو همه ما شاهدش بودیم. یک نمونه هم این تصویره که از دو پنگوئن بیوه است که این تصویر برنده جایزه ویژه مجله اوشنوگرافیک شده، کار عکاس آلمانی که نامش هست توبیاس بامگارتنر. به او گفته شده که این دو پنگوئن استرالیایی که هر دو جفتشان را از دست دادن و به همین دلیل بهشون میگن پنگوئن بیوه، اغلب در کنار هم و مشغول تسلی دادن به یکدیگر هستند. این عکس در اسکله‌ای در بندر ملبورن استرالیا گرفته شده، جایی که 1400 پنگوئن زندگی میکنن. شما یاد بگیریم همینطوری به همدیگه تسلی بدیم. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنونم از همراهیتون.